قسمخوری ناحق بخشی از بحران رهبری تاجکان. غنی در حال فرار از سقوط. بحران اقتصادی کرونا، شرکت هوایی آریانا بستهای 40% کارمندانش را تنقیص کرد. تزیین نامتعارف لباسهای زوج مکزیکی با کاغذ تشناب در شب عروسی. و در پایان، پدر بر اثر کرونا درگذشت، مادر و پسر خودکشی کردند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. گزارشنامه افغانستان گزارش میدهد مجسمه چند بعدی بحران رهبری. قسمخوری ناحق بخشی از بحران رهبری تاجکان است. قسم به قرآن خوردی که رئیس جمهور عمه شمول هستی و حق و اراده مسلم مردم را پاس می‌داری. حالا بیش از یک ماه است که رئیس جمهور سکوت و وقت کش بدل شده و برای شخص خودت جای می‌پالی. قرار بر این نبود بعد از قسمخوری اضطراری به همان راه بروی که همیشه رفته ای. قرار نبود که یک مشت جیفه اداری دل و دیانت بسیاری در قسم نامت نیافته بود که چند روز بعد در برابر متحدانت سنگواره می شوی، نمی گویی ته دلت چیز و در اتاقهای گیر و گرفت چی می گویی چی می شنوی. اگر این کتله های مردم با انگیزه که دور تو جمع شدند، دور اشرف غنی جمع شده بودند، تو را اجازه نفس کشیدن در خانه‌ات نمیدادند. از نو خمیرت میکرد و مطابق میل خود نان به تنور میزد. تو عامل بحران رهبری نیستی. این بحران رهبری است که تو را از میان امواج هرج و مرج بالا کشیدند. هرچند این بار بین تو و پایان کار یک مو فاصله است، اما خوش باش که در جویی که آب رفته باز خواهد رفت. خلایق گرسنه و دلجوش به قصه ها در پیرامونت شناور و بی صاحبند. خلعت جلالت ماب مآبی بار دیگر بر تنت خواهند آراست، چون این بحران دعای پیر است و هرگز برطرف نخواهد شد. مستجب تبریکی برای 10 سال دیگر هم هستی. حکم تاریخ پر از توها چیز غیر از این نیست. خلق الله را چنان بی تفاوت گرفتند که هیچ کسی در این سرزمین 100% مدعی اسلامی یک نفر پیدا نخواهد شد برایت بگوید پای گذاشتن روی قرآن خسرالدنیا و الاخره است. تمدید سکوت و نرمگردنی در برابر شقی ترین مدل تاریخی پاسخ درخور و عیارانه به اعتماد برادران پشتون، ازبک و ازاران نیست. حالا که کمافی العادت کمر خم کردی، گر این بار ازبک، ازاره و پشتون صف از تاجک ها جدا دارند، این قوم بین الاقوانی تنها به نظام بردهداری سابق و پیش بزم آرایی دربار بر نخواهد گشت. هیچ کس اهلیت سیاسی و فرهنگی تاجکان را به پول هم نخواهند خرید. حال هیچ مهم نیست چه کسان بدفاع از تو برمیخیزند. همچنان گزارشنامه افغانستان گزارش می‌دهد فرار اشرف غنی از سقوط. جاوید کوهستانی در یادداشت نگاشته است که تیم ارگ برای فرار از سقوط طرحی را درست کرده است که در زمان جنگ و گریز علیه طالبان از بستر نفوذ سایر اقوام نیرو جمع‌آوری کند. بنابراین در تلاش است که در سکتور امنیتی بیشترین پست‌های امنیتی را به نفرات آن بدهد. از لابلای نظریات جاوید کوهستانی برمی آید که ارگ می خواهد اردوگاه ضد طالبان و سپر بقا برای خودش بسازد، هم در قدرت بماند، هم نیروهای دیگر درباره طالب صف آرایی جنگی ایجاد کند. وی نگاشته است غنی با سپردن مسئولیت شورای عالی مصالحه به تیم مقابل می خواهد مسئولیت صلح و جنگ را به دوش تیم عبدالله قرار دهد و مسئولیت عواقب بعدی تاریخی آن را از خود دور نماید، رویارویی طالبان را به سمت دیگر بکشاند و خود حکومت کند.
بحران اقتصادی کرونا شرکت هوایی آریانا بستای 40% کارمندانش را تنقیص کرد. اسنادی که در اختیار روزنامه 8 صبح قرار گرفته است نشان می‌دهد که شیوع ویروس کرونا در کشور شرکت هوایی آریانا را دچار بحران مالی ساخته و این شرکت تصمیم گرفته تا بستای 40% از کارمندانش را تنقیص کند. در این سند شرکت هوایی آریانا دلیل تنقیض بستهای کارمندانش را بحران مالی ناشی از لغو و متوقف شدن پروازهایش در جریان ماه‌های اخیر گفته است. سندی که در اختیار روزنامه 8 صبح قرار داده شده نشان می‌دهد که شیوع ویروس کرونا در کشور سبب زیان‌های مالی زیادی به شرکت‌ها به ویژه شرکت هوایی آریانا شده است. در این سند آمده است که شرکت هوایی آریانا به دلیل گسترش ویروس کرونا تمام پروازهایش را متوقف کرده و به حالت تعلیق در آمده است. متوقف شدن پروازها باعث شد تا عواید و فروشات این شرکت نیز کاهش پیدا کند. تزیین نامتعارف لباسهای زوج مکزیکی در شب عروسی. یک زوج مکزیکی عکسهای مراسم ازدواج خود را با تزیین نامتعارف برگزار کردند. دستمال های توالت که دور تنهایشان پیچیده شده است در روزگار کرونا برخی اشیا معنای تازه پیدا کردند و دستمال توالت یکی از آنهاست. این مدل دستمال ها نماد کالاهای مرتبط با زندگی روزمره است که بحران جهانگیری کووید 19 آنها را نایابتر از گذشته ساخته است. پدر بر اثر کرونا در گذشت، مادر و پسر خودکشی کردند. به گزارش رسانه های ایران، فوت یک مرد خانواده بر اثر کرونا باعث شد تا فرزند و همسر او نیز خودکشی کنند. این رویداد در منطقه تجریش تهران اتفاق افتاده است. خبرگزاری ایلنای ایران گزارش داده که ماموران پلیس دریافتند که یک زن با استفاده از تابلید برنج دست به خودکشی زده است. گفته شده تحقیقاتی که در خصوص علت خودکشی این زن صورت گرفته مشخص شده که این زن 3 هفته پس از مرگ شوهرش اقدام به خودکشی کرده است. درباره انگیزه خودکشی این زن آمده است از آنجایی که به دلیل شیوع ویروس کرونا آنها نتوانستند مراسم سوگواری برگزار کنند، پسر خانواده دچار افسردگی شده و پیش از مادرش به تازگی به زندگی خود پایان داده است. مادر خانواده نیز که دیگر مرگ پسرش را نمیتوانست تحمل کند، پس از 2 روز قرص برنج خورده و به زندگی خود پایان داد. و در پایان، بازداشت عروس و داماد به جرم برگزاری مراسم عروسی. عروس و داماد اهل آفریقای جنوبی که با بی‌اعتنایی به حفظ فاصله اجتماعی اقدام به برگزاری مراسم عروسی خود کرده بودند، توسط پلیس بازداشت شدند. یک عروس و داماد اهل آفریقای جنوبی که اقدام به برگزاری مراسم جشن ازدواج کرده بودند توسط پلیس این کشور بازداشت شدند. جابولانی جولا 40 ساله و نومتاندوزای میگز 38 ساله با بی‌اعتنایی به هشدارهای مقامهای محلی در مورد لزوم رعایت حفظ فاصله اجتماعی و انجام قرنطینه خانوادگی اقدام به برگزاری مراسم ازدواج خود در داخل یک کلیسا کرده بودند. پلیس همچنین کشیش کلیسا به همراه 40 تن از مهمانان حاضر در جشن ازدواج را بازداشت کرد. مراسم این زوج در داخل کلیسا در حال برگزار شده بود که ماموران پلیس در حالی که ماسک بر صورت داشتند با اسلحه وارد کلیسا شدند. این اتفاق در کلیسای در آستان گوازولا ناتال آفریقای جنوبی رخ داد. در ویدیویی که منتشر شده است، عروس و داماد را در حال سوار شدن به موتر وان پلیس نشان می‌دهد. بنابر گزارش رسانه‌های محلی آفریقای جنوبی، این زوج پس از انتقال به اداره پلیس با قرار وثیقه 43 دلاری آزاد شدند. یکی از افراد محلی به پلیس در مورد برگزاری این مراسم در کلیسا گزارش داده بود. یک سخنگوی پلیس در بخش خبری کانال تلویزیونی اینکا گفت کشش به همراه این زوج و 40 تن دیگر بازداشت شدند. گفتنی است تاکنون بیش از 1600 تن در آفریقای جنوبی
به کرونا مبتلا شده و 11 تن از آنها جان خود را از دست دادند. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.